دیده میشود بعد از حادثه هسکه مینه ننگرهار وضعیت جنگی در این ولایت در حال تغییر است. از یک سو فشار حکومت بر مخالفین مسلح رو به افزایش است و از سوی هم بین این گروه ها اختلاف شدید ایجاد شده است. فشارها و اختلاف ها باعث شده تا شمار زیادی از جنگجویان گروه داعش به امنیت ملی ننگرهار تسلیم شوند. دی مرتدین دی دست را تمعرفی شو او وی چه سوک ده داعش ده خاور نخکت زیخ پا قتک دی اغا مرتد کی گی دی سر بس ام دغا دی ده وجه نمونگم چه کم دنو نراتلو چه مونگ تا معلوم شو چه نه ده خبر سی نه ده سوک ده داعش ده خاور نخکت زیخ پا دی نمرتد کی و نکافر کی نه طور ده مسلمانان و خاور ده سختی نمی یو بس لکه بس دستی و چه بس مرم واسم نونو لیر وقتم گیتیر و سختی نه وی و دا وان زو کوم نکلا کی ما سری لاند وی اچنګ بس دا سی دا لاری مری من دی دیو مړ ول سی مو هغه وشته نو سختی نه شته لګل ولی ننګرهار میگوید 18 تن از جنگجویان داعش به شمول 19 زن خارجی و 35 کودک در بین آنها ادبای عرب، پنجابی و ایرانی و تاجیکی شامل است. به امنیت ملی تسلیم شدند. ولی میگوید فشارهای حکومت بوده که این گروه مجبور شدند تا تسلیم شوند. اتلس کسه دا داعش دی چه زیاتی پکه افغانان دی درې پکه بهرانیان دی چې د اردن دی نولس خارجی خزی دی او یو پنجابی دی دا تسلیم شوی دی او دیو سره 15 دیش ماشومان دی چې هم دلته د دې په نظارت کې دی نو دا به خپل پروسه تکیه او خپل اجرات پروسه کیږي. یکی از تسلیم شدگان گروه داعش میگوید آنها به هدف قائم نمودن خلافت اسلامی میجنگند که حقیقت نداشت. هغه خپل اول یو منهج هغه موږ تر وړاندې کړ چې د یو شریعت قائم شوی دی چې عدالت به انصاف به نو موږ کړل ترالو په سترګو باندې مولي ده چې نه عوام پرې خودل نه حکومت پرې خودو بس ار سړی ته فتوا د کفر ولګوي چې دا ټول کفار دي صرف زمون خط نه دنه چې کم دي دا مسلمانان دي خط نه څوک وزي کاغه د دې زی سړی انصار یو کو مهاجری دا ټول کفار شوی ټول مرتد شوی دي او د دې وجل په کار دي نور هغه به تاسو خپل شاهدان وي چې جماعتونو کې څوک پرې نه خوده خارونو کې پرې نه خوده مکتبونو کې پرې نه خوده هر زیته چې لاس رسیدلې هغه وجل. امنیت ملی ننګرهار به بهانه کرامت انسانی و کلتور افغانی زنان و کودکان گروه تسلیم شده داعش را به دسترس رسانه ها قرار ندادند. اما رئیس امنیت ملی میگوید بعد از این بر جنگجویان داعش رحم نخواهند کرد. دوی چیزوز پا کسمی دول باین در تویم چاگه پالت تا پرار کدی او دیر واره گروپونه دا اوغز پا داری که دا دیبالا یو کسمت که دوی وجود لری او دا سی دا پیشه پا یو کسمت که دوی وجود لری او د مامند په قسمت کې وجود لري او هغه ډیر په مادو ډول باندې تاسو وینئ سبب نور هم او څور وز نور ټول تسلیمیږي نور د دوی د جنگ توانایی نه لري او د ژوند هم نشي کولای ځکه زموږ تر سخت نظامی فشار دوی لاندې دي هوایی او زمینی فشار لاندې دي. مقامات محلی ننګرهار بارها گفتند که حمله بر مسجد جودره هسکمینی ننګرهار از سوی گروه داعش سازماندهی و صورت گرفته است و قابل یادآوری است 6 تن از طالبان مسلح بر ریاست امنیت ملی ننګرهار تسلیم شده و جنگ افزارهای دست داشته خیش را نیز تسلیم حکومت کردند.